بعد یا خیر. لطفا با ما باشید. بینندگان عزیز، در خدمت آقای دکتر فرهادی، عضو هیئت علمی دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم و دانشگاه علم و صنعت هستیم. ایشون 40 مورد مقاله و کتاب در چاپ شده در خارج از کشور و داخل کشور دارند و اولین کسی هستند که در دنیا مکتب آزمون نقش‌های زبان رو طراحی و انجام دادن. مهمان عزیز دیگرمون آقای دکتر لاچینی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج هستند. آقایون، از اینکه وقتتون رو به ما دادید تشکر میکنم. در واقع بحث امروز ما کمی با بحث‌های قبلیمون تفاوت داره. زبانشناسایی هستن که جنبه‌های مختلف زبان رو بررسی میکنن، ولی بعضی از زبانشناسا توجه خودشون رو معطوف کردن به جنبه‌های کاربردی زبانشناسی. میخواستم سوال اولم رو از خدمت آقای دکتر فرهادی بپرسم. آقای دکتر، لطفاً رابطه بین زبانشناسی نظری رو و زبانشناسی کاربردی رو تشریح بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من اول اجازه میخوام که حضور بینندگان دانش دوست شبکه 4 سلامی عرض بکنم و تشکری بکنم که این فرصت در اختیار من گذاشته شده که راجع به مفهوم زبانشناسی کاربردی که به نظر من تا حدی هم مظلوم واقع شده یه مطالبی رو عرض بکنم. عبارت زبانشناسی کاربردی تو این دهه چند دهه اخیر شاید خیلی مصطلح بوده و خیلی راجع بهش مطالبی نوشتن، کتابهایی نوشته شده، ولی متاسفانه در خیلی از مراکز علمی هنوز زبانشناسی کاربردی جایگاه خودش رو پیدا نکرده. بله. حالا برای اینکه یه مقدار قضیه روشن بشه، من یک دوره تاریخی کوتاهی عرض میکنم خدمتتون که زبانشناسی کاربردی چگونه به وجود اومد و تولدش کجا بوده. ببینید، زبانشناسی کاربردی یک بخشش زبانشناسیه. زبانشناسی به عنوان یک علم تعریف شده، علم مطالعه زبان، و چون علم، بنابراین ریشش در تاریخچه علم باید جستجو بشه. خب شاید تولد علم زمانی باشه که بشر یه مشکلی پیدا کرد و برای حل این مشکل تلاش کرد. حالا ممکنه این مشکل یا مسئله بسیار پیش پا افتاده بوده در زمانهای قدیم و مسلماً راه حلش هم پیش پا افتاده بود، ولی همین راه حل های پیش پا افتاده طبق اون اصل جمع‌بندی علم به شکل سیستم پیچیده علمی امروز در اومد. اگر تاریخ علم شما نگاه بکنید، میبینید که علم ریشش در مشرق زمین بوده. از سالهای 2000 سال پیش از میلاد، 3000 سال پیش از میلاد، در چین، در مصر، ریشه های پزشکی، مهندسی، عرض کنم که فیزیک موجود بوده و در اونجا رشد میکرد. 2000 سال پیش از میلاد تقریبا این حرکت متوجه مصر شد، که خب هندسه مصر، اون اهرام ثلاثه و اینا همش نشان دهنده اینه که در قدیم علم و تمدن ریشش در اون طرف ها بود. برای یه مدتی که دلایلش شاید لازم نباشه اینجا مطرح بکنیم، یک فطرتی اتفاق میفته و در طول این فطرت رشد علمی تمام شاخه‌های علم یک مرتبه وارد یونان میشن و در یونان یک رشد سریع با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی یونان، یک رشد سریعی در علم پیدا میشه. و شاید خیلی نزدیک نباشه، 50-60 الی 100 سال قبل از میلاد، یه عده از اینهایی که خودشون دانشمند میدونستن در یک جایی به نام یک شهری از یونان قدیم جمع شدن و اینها از توی اینها عده نخبه، عده که خودشون علاقمند نشون میدادن، دور هم خودشون فیلسوف خوندن به عنوان دوستداران حکمت در واقع.
حالا فیلسوف به کی میگفتن؟ موقع فیلسوف به کسی میگفتن که حاکم بر تمام علوم زمان خودش بوده. و به همین دلیل هم شما میبینیم بعضی از فیلسوفا ریاضیدانن، بعضی هاشون فیزیسیست هستن، بعضی هاشون شیمیدان هستن، بعضی هاشون پزشک. ولی خب رشد علم خیلی سریعتر از عمر آدمه. رشد علم به قدری سریع هست به جای رسیدن که دیدن یک نفر نمیتونه در طول عمرش از بچگی تا زمانی که فوت میکنه بخواد علم یاد بگیره، تمام علوم را نمیتونه یاد بگیره. در نتیجه اومدن علوم رو از فلسفه یکی یکی جدا کردن. یعنی ریاضیات جدا شد برای خودش مستقل، فیزیک جدا شد مستقل، بیولوژی یا زیست شناسی جدا شد مستقل، و هر کسی رفت دنبال یکی از اینا. بعد این شاخه ها خودشون هم رشد کردن دوباره. مثلا شما میدونید ریاضیات الان تقسیم شده به جبر، هندسه، نمیدونم ریاضیات جدید، مثلثات و و. باز شاخه شاخه هر کس رفت دنبال یه شاخه. دوباره به علت محدودیت علم، محدودیت عمر انسان، دیدن که یک نفر حتی نمیتونه هم بره یک شاخه کوچیک رو یاد بگیره و هم اینو بفهمه که به چه دردی میخوره در زندگی. بله. و این درست زمان تولد علم کاربردی بود که گفتم خب یک عده علم رو به شکل تئوری انجام بدن، یک عده هم یافته های این دانشمندان رو بیارن و در بیرون در زندگی روزمره ببینن به چه دردشون میخوره. این تولد علم کاربردی به طور کلی که خب در این زمینه ما داریم فیزیک کاربردی، یعنی کاربرد یافته های فیزیک در زندگی روزمره. به همین نسبت شما میتونید بگید شیمی کاربردی، ریاضی کاربردی و و و. خب زبان شناسی اولین بار به وسیله جان دیویی حدود 100 سال پیش، 110 20 سال پیش به عنوان یک علم شناخته شد. حالا وقتی که علم شناخته شد بر طبق همین روندی که در دنیا بود گفتن خب کاربردش چیه؟ گفتن زبان شناسی کاربردی عبارت است از کاربرد زبان شناسی در زندگی روزمره. بله. و یکی از واضح‌ترین آشکارترین کاربردهای زبان شناسی در زندگی روزمره آموزش زبان بود. در نتیجه به طور غلط مصطلح زبانشناسی کاربردی با آموزش زبان یکی شده. بله. درست شد؟ حالا در تمام تعاریف علوم کاربردی، فیزیک، شیمی، ریاضی، این تعریف درسته، ولی در مورد زبانشناسی کاربردی این تعریف بسیار محدوده که ما بگیم کاربرد زبانشناسی در زندگی روزمره. چون محدوده زبان بسیار وسیعه، در نتیجه به تدریج دانشمندان دریافتن که کار زبانشناسی نمیتونه در همه رشته ها بدون اینکه مطالعه بشه انجام بگیره. بله. در نتیجه یک زمینه متولد شد به نام زبانشناسی کاربردی که انشاءالله در فرصتی اگر باشه من میگم که این زبانشناسی کاربردی از کجا شروع شد و الان در کجا هست. در خدمتون هستیم. اجازه بدیم من سوال دوم رو خدمت آقای دکتر لاشینی مطرح کنم. آقای دکتر، به هر حال هر علمی حیطه خاص خودش رو داره، مطمئناً زبانشناسی کاربردی هم همینطور هست. لطفاً درباره حیطه کار زبانشناس کاربردی توضیحاتی بفرمایید.